نبض بازارهای مالی. برنامه‌ای از دکتر خشایار شجاعتی. سه‌شنبه 4 می سال 2021 میلادی است. ادامه صحبت‌های خودمون رو می‌گیریم سر اتفاقاتی که در سال 2008 به خاطر مستغلات تجاری مسکونی پیش اومد و الان یک بار دیگه همون داستان داره در مورد مستغلات تجاری یا کامرشال تکرار میشه. گفتیم که تو بخش اول برنامه گفتیم که چطوری و به چه شکلی وام‌های دروغی سرهم کردن، باندهای ساختگی، اوراق قرضه ساختگی و دروغی ساختن و به مردم فروختن و زمانی که قیمت خونه‌ها دیگه بالا نرفت یا بهره پایین نیومد و به هر دلیل و به هر تقدیر کسانی که رفته بودن الکی، کسی که گفتم فرضاً سالی 27,000 دلار 30,000 دلار درآمد داشت، رفته بود 500,000 دلار قرض کرده بود، خونه خریده بود، خب معلوم بود که نمیتونه قسط 500,000 دلاری بده، مگر اینکه این خونه 500,000 دلاری میشد 600,000 دلار 700,000 دلار، این میفروخت میتونست پولشو بده و اینها، اگر نمیتونست خب نمیتونست دیگه. و همین اتفاق افتاد و یه دفعه همه چی با هم سقوط کرد، کرش کرد، متلاشی شد و اون وقت آدم هایی که از همه جا بی خبر بودن به دنبالش در تمام دنیا ضربه خوردن. چقدر معلم که توی استرالیا بیکار شدن و نمیدونستن چرا بیکار شدن، چون که حساب‌های پسندازشون و پنشن فاندشون، بازنشستگیشون، کسی که مسئولش بود اومده بود تو این نوع باندها براشون سرمایه گذاری کرده بود. یه مش آدم تو یونان بیکار شدن، اونم به همین دلیل، تو فرانسه بیکار شدن، همه جای دنیا و از جمله خود آمریکا، که البته نمیدونستن پشت پرده چه اتفاقی افتاده، نه هیچ وقت خواسته بودن برن تو این کارا سرمایه گذاری کنن، نه اصلا خبر داشتن همچین چیزیست، ولی خب بانک‌های وال استریت این کارو باهاشون کرده بودن. عملاً کاری که بانک‌های وال استریت تو اون سال‌ها کردن مثل آدم‌هایی بود که میرن پول تقلبی چاپ می‌کنن. آدم‌هایی که پول تقلبی چاپ می‌کنن میرن مثلا از یه دستگاه چاپی استفاده می‌کنن، پولای درست می‌کنن، روش مثلا نوشته 100 دلاری، 50 دلاری، ولی به طور واقعی هیچی نمی‌ارزه. ظاهراً با 100 دلار 50 دلار بی‌ارزه. ولی که چون تقلبیه، کاغذ خالیه، ارزش نداره، مال بانک مرکزی نیست، مال هیچ دولتی نیست، با یه ماشین چاپ گرفتن اینا رو ساختگی پرش کردن، درستش کردن، ارزش واقعی نداره. اینا هم دقیقا همین کارو کردن. من تا اگر آدما این کارو بکنن، به این کار میگن کانترفیتینگ، کار پول تقلبی چاپ کردن، میگیرن زندان میندازن، پدرشونو در میارن. من تا بانکای وال استریت موقعی که این کارو کردن هیچ اتفاقی براشون نیفتاد، در صورتی که عملا کاری که کردن همین بود، یعنی باندهایی رو به مردم فروختن. مثلا گفته بودن آقا این باند 1,000 دلاریه، طرف هم 100,000 دلار داشت، رفته بود مثلا 100 تا از اینا خریده بود به امید خودش که روی این 100,000 دلاری که میگیره بهره خوبی بگیره و اینا، ولی عملا درست مثل همون پولای تقلبی که تقلبی چاپ شده بودن، اینا هم ارزش واقعی در واقع نداشتن و همین باعث شد موقعی که همه چیز از بین رفت، در واقع یک بحران بزرگ جهانی ایجاد شد. میلیون ها میلیون نفر در سرتاسر دنیا بیکار شدن، بیزنس ها و کار کسب های مختلفی تعطیل شد و بسته شد. منتها گفت سر خم می سلامت شکند اگر سبوی، اگر مردم اینقدر بیچاره و مفلوج شدن، ولی بانکدارها و کسانی که تو این داستان بودن حسابی به نان و نوایی رسیدن که تو خواب هم فکرش نمی کردن. فقط یه مهره خیلی خیلی کوچکشون که تو همین کالیفرنیا هم بود، یه بحثه یه وام اینجوری داشت به اسم کانتری واید، یا آدمی هم رئیسش بود به اسم آنجلو ماتزیلو، آقای آنجلو ماتزیلو یه همچین کاری کرد و بعدم که داستان رفت هوا تا دلت بخواد، یک مش آدم بدبخت، پیرزن 80 ساله، آدم 75 ساله که گول اینا رو خورده بود، خونش هم ازش گرفتن، پرتش کردن کف خیابون، ولی خود آقای آنجلو ماتزیلو بیش از صدها میلیون دلار پول
در واقع برداشت و در رفت و به حسابش ریخته شد و باش کیف میکنه و گفتم این تازه مهر کوچیکشون بود، گنده هاشون اونا که دیگه تو گلدمن ساکس و موریان استنلی و چه و چه و چه و اینا بودن که میلیاردها در واقع در این فاصله به جیب زدن. و جالبش اینه که خودشون میدونستن که چی کار کردن و چه کلکی دارن به مردم میزنن، کمان که در کمپانی گلدمن ساکس رفته بودن رو همین وام های این شکلی، باند های این شکلی که فروخته بودن بیمه خریده بودن. درست مثل این که شما یه آدمی رو بفرستید توی ساختمونی، برید اول رو اون آدمه بیمه عمر بخرید، بعد که آدم رفت اون ساختمون برید اون ساختمون رو منفجر کنید که بخواید پول بیمه عمرش رو بگیرید. اینا دقیقا همین کار کرده بودن، از یه طرف این باندها رو فروخته بودن، ازش پول در آورده بودن، فی حق و زحمه گرفته بودن، از اون طرف هم رفته بودن اینها رو بیمه کرده بودن چون مطمئن بودن همه اینا میره هوا، و از اون طرف اومدن پول هم گرفتن بابت پول بیمهشون. به همین دلیل بود که اون بیمه شرکت بیمه معروف AIG رسما ورشکست شد در واقع و داشت از بین میرفت. حالا این این داستان و این همین وضعیت داره توی مستغلات تجاری، تو کامرشال ریل استیت اتفاق میفته. داستان از اینجا نظر منو جلب کرد که چند وقت پیش یه نفر به من گفتش که بیزنسمنی با ما تماس گرفت و سوال کرد، گفت آقا ما پارسال تالا به خاطر این داستان کرونا که همه جا بسته شده، همه چیز تعطیل شده، وضع به اصطلاح مستغلات تجاری که خرابه، اکثر مردم که نه کرایه میتونن بدن، نه اگر به اصطلاح ملکشون رو خریدن پول قسطش و مورگیج اونجا رو میتونن بدن، چرا ما هر جا رو میخوایم کرایه کنیم یا بخریم هر چیزی قیمت ها اینقدر رفته بالا. همین داستان واقعا باعث شد که من دوباره کار رو بگیرم برم سرتاش توش در بیارم ببینم چه اتفاقی افتاده. دینم دقیقا همون کاری رو که در اون سالها کردن این بار دارن با مستغلات تجاری میکنن. ما تا اون بار اون باندها رو به اسم کامرشال مورگیج بد سکیوریتی فروختن، یعنی اوراق بهاداری که خانه های مسکونی وثیقه یا ضامنش هست، این بار به اسم کامرشال مورگیج بد سکیوریتی میفروشن، یا اوراق بهادار یا وام هایی که مستغلات تجاری پشتوانه وثیقه یا کلاترال داستان هستن. و چیکار میکنن؟ در این مورد هم میان درآمد مؤسسات این شکلی که میخوان مستغلات تجاری که بهشون وام بدن را الکی میبرن بالا به طرز خیلی خیلی زیادی. یعنی مثلا فلان هتل که در سال، به طور مثال عرض میکنم، فرض میکنیم مثلا 20 میلیون دلار بیشتر درآمد نداشته، میان روی کاغذ به دروغ وانمود میکنن که این هتل در سال 180 میلیون دلار درآمد داره، بعد روی 180 میلیون دلار شروع میکنن به اینها وام دادن و بعد این وام ها رو مجددا میرن بسته بندی میکنن به صورت باند یا اوراق بهادار یا سکیوریتی بهش میگن، اینها رو میان به مردم میفروشن، مردم از همه جا بی خبر یا مسئولینه که توی بحثات مختلف هستن به حساب های بازنشستگی مردم، مال معلم ها، مال نرس ها، مال نمیدونم کارمند های مختلف دستشونه، اونام که از این ترفند ها و کلک ها خبر ندارن رفتن شروع کردن این باند ها رو خریدن. چرا میخرن؟ دلیلش این است که میگن بهره خیلی پایینه، یعنی الان بهره بانکی تو کشورهای اروپایی یا صفر یا منفیه، تو آمریکا که مثلا از همه جا خیلی خیلی بیشتره حدود 1.5% مثلا، خب اینا میان مثلا 3% بهره میدن، 2.5% بهره میدن برای گرفتن بهره بالاتر، بی خبر از کلاهی که داره سرشون میره در واقع شروع کردن اینها رو خریدن. و فقط این نیست، کاری که میکنن در واقع از خیلی جهات به زندگی مردم هم لطمه میزنن. مثلا یه مؤسسه تشکیل فروشگاهی هست به اسم دالر جنرال. دالر جنرال در زمره فروشگاه هایی است تو آمریکا که به اینها میگن دالر استور، یا به فروشگاه هایی میگن که قیمت اجناسی که توش از هر چی که توش هست یه دلار بیشتر نیست، هر چی شما بردارید یه دلار توش، به اینا میگن دالر استور. دالر جنرالی که از بزرگترین ایناست. خب این فروشگاه های دالر استور که همه چی توش یه دلاره، طبعا گوشت که نمیتونه بیاره اونجا، چه گوشتی بیاره اونجا بخواد یه دلار بفروشه، سبزی که نمیتونه بیاره بفروشه، میوه که نمیتونه بیاره بفروشه، چی میاره میفروشه؟ تخمه میفروشه، پفک میفروشه، چیپس میفروشه، چیزایی که میفروشه که هیچ مواد غذایی به هیچ شکلی ندارن و مردم فقیر و بدبختی هم که تو اون محوطه ها که اینها میرن به فروشگاهشون رو باز میکنن زندگی میکنن، عملا دستشون نه به غذا، نه به سبزی، نه به گوشت، به مواد غذایی نمیرسه، مجبور میشن با این حله حوله ها
خودشون رو سیر کنن که به نتیجه عوارض بهداشتی بسیار بسیار بدی بعدن انواع و اقسام مریضی ها رو اینا بهشون دوچار میشن و گرفتار میشن، بیمه هم که ندارن، اکثرا میمیرن از نداشتن دوا و دکتر، یا اگر چندرغازی هم داشته باشن پای همین مسائل این شکلی برای به اصطلاح دوا و درمون این بیماری هایی که از این بابت میگیرن خرج میکنن اینها. برای اینکه بدون چقدر وضع این وام ها خراب هست و اوضاع از چه قرار هست، کل وام های مسکونی که یا باند هایی که در واقع روشون ساخته شده بود تو سال 2008 که دیفالت کردن، نکول کردن، نتونستن پرداخت کنن، 10.34% بودن کلش، ولی فقط پارسال سال 2020 وام های این شکلی تجاری که نکول کردن و نتونستن پرداخت کنن 10.32% بودن. یعنی فقط در یک سال نسبت به کل وام هایی که در سال 2008 نکول شد، دیفالت شد و پرداخت نشد، 0.02% در یک سال پارسال کمتر فقط به اصطلاح رو اون وام ها نکول شده و دیفالت شده و پرداخت نشده. حالا کیا تو این دستگیرن؟ گفت گر حکم شود که مست گیرند، در شهر هر آنچه هست گیرند. تمام بانک های معروف وال استریت، از گلدمن ساکس بگیرید تا مورگان استنلی بگیرید تا سیتی گروپ بگیرید تا ویلز فارگو بگیرید تا دویچه بانک بگیرید تا کردیت سوئیس بگیرید تا یونیون بانک آف سوئیسلند بگیرید، هر چی اسم به نظرتون میرسه که اینها غولهای خوشنام دنیای تجاری و سرمایه گذاری دنیای امروز هستن، در این کلاهبرداری علنی و دزدی روز روشن شریک هستن و این داستان را ادامه میدن تا روزی که به نظر من در آینده دوری هم نخواهد بود، درست این سال 2008 همه چیز بره هوا و نشه پرداخت کنیم، مخصوصا که به خاطر داستان کرونا و بسته شدن اکثر بیزنس ها، اکثرا نه کرایه میتونن بدن نه اونا که خریده بودن پول قسط بیزنسشون رو مورگیچه میتونن بدن و دیر یا زود، حالا 6 ماه دیگه اتفاق میفته یا 2 سال دیگه یا 3 هفته دیگه من نمیدونم، ولی تردیدی ندارم که دیر یا زود این اتفاق میفته و یک بار دیگه، یک مصیبت دیگه، یک تراژدی دیگری، این بار با وام های تجاری، مستغلات تجاری درست خواهد شد. این مطلب رو تا اینجا داشته باشید تا در بخش بعد یه اشاره‌ای بکنم که چرا با اتفاقاتی که سال 2008 افتاد یه بار دیگه داره این اتفاق میفته. نبض بازارهای مالی. برنامه‌ای از دکتر خشایار شجاعتی.